مجله بریتانیایی The Economist اعتبار خود را به ساختمان پروسعت شهر مکه از حساب ویران کردن یادگاری های تاریخی مسلمانان نگرانیده است. در مقاله با نام راه به حج کنندگان با واسطه ویران کنی مکه، مجله اشاره کرده میگوید که حاکم مکه شاهزاده خالد ابن فیصل ال سعود با این کردارش می خواهد تلافی نیت های فرو رفته خود را که زمان حکمرانیش در ولایت اسیر سالهای 2007 که از دست داده است جامعه عمل پیشاند. در آنجا نقشه هایش آیدی بنیاد کردن امارت های زمانوی آسمان خراش پر را عملی نشدند و شهر عجیبی کهنه ابهی با خانچه های چپرک که جای آنها را امارت های آسمان خراش گرفته بود با موفقیت نابود کرده شده است. چی طوری که مجله The Economist میگوید شاهزاده سعودی بزرگترین لایحه رشدی خاور میانه را شروع نموده است. امارت های آسمان خراش به بالای جای های مقدس اسلام قد راست میکنند. کعبه باشد در پیش امارت های آسمان خراش بینور و خرد میتابد. بولدوزرها تپه هایی که یک وقت ها در آنجا خانه های زوجه های پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابش و خلفای اولین بود با زمین برابر کرده می شود. لایحه زیرین را کنسورسیوم جبل عمر دیولپمنت اداره می کند که برای ساختمان دو بینای 50 آشیانه در زمینی که پیشتر خانه سیوم خلیفه راشید بود صدها میلیون دلار ایالات متحده آمریکا صرف می کند. منصبداران می گویند که ویران کردن امارات های کهنه برای وسیع شوی شهر کاری ناگزیر می باشد. طبقی نقشه از نوسازی حکومت درآمدی که از زیارت کنندگان حج می آید افزایش خواهد یافت و با درآمدهای از نفت آینده رقابت خواهد کرد. میلیاردها برای ساختمان راه های آهن، ایستگاه برای 18,000 نقلیاتی که زیارت کنندگان را می کشاند، ساختمان مهمان خانه ها برای زیستن و طرب خانه های تیز تیار مانند مکدونالدز امریکایی صرف کرده می شود. ما تاریخ خود را که با ابراهیم علیه السلام وابسته بود به ایستگاه بنزین فروشی تبدیل داده ایم، می گویند ساکنان محلی. مجله به مقصدهای حقیقی حکومتداران اشاره کرده می گوید، حکومتداران تحت رهبری جانشین شاهزاده ولیعهد محمد ابن سلمان وعده می دهند که لایحه پارسال تقدیم کرده شده پتانسیل سیاحی شاهیگری را افزایش می دهد. لایحه های مدنیتی و سیاحی باشد میلیاردها دلار درآمد می آورد، می نویسد مجله The Economist. قید نمودن ضرور است که شهرها یادگاری های تاریخی و معماری به حساب می رود که باید نگاه داشته شود، نه اینکه نابود کرده شود، خصوصا اگر این معماری ها اسلامی باشد. زمین های صاف و مقدس مکه را به دبی و یا هنگ کنگ تبدیل دادند که در آن امارت های آسمان خراش، مرکز های تجارتی و بیسترا بنیاد می شود. هیچگاه چنین عمل آنها به سفید کنی لایق نمی شود. کسانی که آرزوی زیارت حج میکنند برای دلخوش کردن خود با امارات های آسمان خراش، مرکز های تجارتی و طربخانه ها نمیروند. علاوه بر این، لایحه های معماری سعودها به جابجا کردن و خدمت رسانی زیارت کنندگان حج علاقه ندارد. همین طور جای رمزی مکه کعبه را مناره با ساعت مکه کلوک رویل تاور یعنی بیگ بین اسلامی و مهمانخانه افیرمند هتل جایگیر شده است که برای ساختمانش 800 میلیون دلار صرف شده است. حکومتداران می خواهند که ساختمان محتشم آنها با کعبه رقابت کرده پیش راه آن را گیرد و لایحه های بزرگی گلوگیرنده دینی شهر مکه جلب کننده سرمایه شود.